که قبل از اینکه وارد مسائل خیلی عمیق‌تر بشین، صلاح دیدم که یه مقداری راجع به اون نام‌هایی که برای قوم یهود در طی تاریخ گذاشته شده و بنا به دلایل میشه گفت زمانی و یا مکانی الالقابی به قوم ما داده شده رو با هم در میون بذاریم، که برای این خیلی از دوستان ممکنه هنوز براشون قابل درک نباشه که چرا به بعض مواقع شما میفهمید بنی اسرائیل یهودی چی هستش، کلیمی از کجا اومده، یا کد میذاریم به حساب اون لقب جهودی که میگن از کجا اومده. اینا رو بهتره میخواستم یک روش مرور کرده باشیم که برای اون دوستانی که دوست دارن در این مورد اطلاع داشته باشن یه مقداری گویا بشه و اون چیزشون رو برطرف کنه. میدونی که میشه گفت تنها قوم و تنها دینی که چندین لقب داره یهودی ها هستن. مسلمان ها میگن مسلمان، مسیحی ها میگن مسیحی، ولی وقتی به قوم یهود میرسه بهشون میگن عبری، بهشون میگن بنی اسرائیل، یهودی، کلیمی، و اینها هر کدوم یک شناسنامه خودشو داره. اولین من این رو روز دوشنبه قبل که در خدمت خانم امینی بودم یه مقداری راجع به مسائل صحبت کردیم توی تلویزیون عصر امروز به نام نگاه نو، ولی لازم دیدم که کاملتر امروز اونو مطرح کنم برای کسانی که اگه اونجا برنامه ما رو دیدن هم یک تکراری باشه و هم بیشتر کاملتر در این مورد صحبت بشه، و اون دوستانی هم که اون برنامه رو ندیدن برایشون از دوباره این مسئله مطرح کنیم. برای خیلی ها این مسئله شاید سوال برانگیز باشه که آیا ابراهیم اولین کسی بوده که خداپرستی رو به دنیا آورده، یعنی به مردم دنیا شناسونده؟ جوابی که قبلا هم داده شد این هستش که ابراهیم اولین کسی نبوده که خداشناسی رو ترویج به مردم نشون یاد داده، بلکه ابراهیم اولین پیغمبری بوده که خداپرستی رو ترویج کرده. و اگه بخوایم نگاه تاریخ ادیان بکنیم خیلی واضح هستش که نوح اون خدا رو میشناخت، خداوند بهش دستور داد که کشتی نوح درست کنه و مردم رو از اون نظام فاسدی که در اون موقع بوده نجات بده، اونایی که در اون نظام فاسد غرق نشده بودن. پس میبینیم که قبل از ابراهام نوح خودش یک خداشناس بوده، بچه هاش و قبل از اونم که خود در دوره که حضرت آدم و ریشون خطا نکرده بود و قبلش و بعدش خداوند بایش صحبت میکرد. پس چرا ابراهام رو مظهر خداپرستی و ترویج میدن از کردم؟ اولین کسی بوده که آمد این نظام فکری رو به دنیا معرفی کرد. قبل از اینکه ابراهام بیاتش وسط صحنه برمیگردیم به همون نوح. من اینجا یه تذکر باز میدم، تو برنامه تلویزیونم اینو مطرح کردم که ما در یهودیت پیغمبرا رو بهش حضرت و اینا نمیگیم، باهشون اسمشون رو صدا میزنیم و نسبتای پدرشون، مثلا میگیم میخوایم راجع به موشه یا قول ایران موسی صحبت کنیم میگیم موشه بن ابرام یعنی پسر ابران، یا موشه ربینو یعنی موشه آموزگار یا استاد، ولی چیزی مثل حضرت و صلوات و این چیزا نداریم. دلیلش هم عرض کردم که یکی از دلیلها این هستش که ما در یهودیت پیغمبرا رو به اون درجه نمیرسونیم که برای مردم یه مقداری سوء تفاهم بشه و یک مسئله فرد پرستی برشون پیش بیاد و اونها رو به صورت یک چیزی ما ورای بشر حسابشون کنن، بلکه پیغمبر هم مثل یک همه آدم های عادی هستن، ولی فرقشون هستش که روی خودشون کار کردن،
از نظر روحانی خودشون رو ارتقا دادن، به اون درجه رسیدن که بشن رهبر و یا پیغمبر. و همطور هم که قبلا متذکر شدم، حتی در تورا به عمد تمام پیغمبرانی که در تورا نام ببرند، خداوند یک بر به نظر من عمدن از اونا ایراد میگیره و بهشون میگه اشکال داره. چرا که میدونیم ما در یهودیت مثل اسلام معصومیت نداریم، هیچ پیغمبری معصوم نیست، همه قابلیت گناه دارن، ولی اونی که مطرح است چطور میتونن خودشون رو کنترل کنن. به خاطر همین یکی از دلایلی که در یهودیت و دینهای دیگه نسبت به یهودیت مقداری دشمنی دارن به حساب، برای که برخلاف دید ادیان دیگه که پیغمبراشون رو یه حالت معصوم میدونن و بیگناه تا پاک و اینا هم حساب میکنن، ما هم چیزی نداریم. حتی برای موشه که بزرگترین پیغمبر هست طبق شواهد تمام ادیان ابراهیمی دیگه، ما نه روز تولدش رو میگیریم نه روز ختمش رو میگیریم. کلن در یهودیت برای هیچ پیغمبری ما روز ختم نداریم، نه تولد نه ختم. ولی خب دلیلش هم عرض کردم، برای که غیر مستقیم میخوان که اون فرد رو مبدأ قرار ندن، احترامشون واجب هستش به عنوان یک رهبر و یا پیغمبر، ولی نمیخوان پیغمبر یا انسانی رو به درجه برسونم که معصوم باشه یا بدون خطا باشه و یا اینکه به درجه خداوندی برسوننده. چون هم چیزی در یهودیت نداریم و عرض کردم خود پیغمبر هم یک انسان عادی هستش، ولی به خودش کار کرده به اون درجه رسیده. این به کنار، برمیگردیم سر موضوع ما. اولین باری که لقبی به این قوم داده شد قبل از این هستش که اصلا یهودیت به صورت اون چیزی که ما روز دوشنبه قبل که شاووت بود و مصادف بود با موقعی که تورا از طریق موشه به از طریق خداوند به دست موشه به اسرائیل داده شد در کوه سینا، ما اونو جشن گرفتیم که دو روز شاووت بودش. ولی قبل از این که ما تورا رو از این طریق بگیریم و به صورت به تمام بنی اسرائیل اعطا بشه و قوانین رو بهشون تکلیف بشه که این قوانین رو اجرا بکنن، قبل از اونم این مسائل و اون قانونهای تورا در بین گروهی که رهبران قبلی از ابراهام، اسحاق، یعقوب بودن رایج بوده و بنا به روایت اونا رو رعایت میکردن. و این برمیگرده به دوره‌ای که نوح و پسرانش وقتی که از اون طوفان نوح نجات پیدا میکنن، نوح سه تا پسر داشته، خام، یافد و شم، که خام از نظر نژادی بخوایم حساب بکنیم اقوام سیاه‌پوست و آفریقایی ازش میاد، یافد اروپایی ها و به قول معروف اون بلاند و اینا ازش به وجود میاد، و شم که ما یهودیا و عرب از و حتی آسوریا از نژاد شم هستیم، که همطور که در برنامه قبلی هم گفتم شین عبری وقتی تبدیل میشه به کلمات عربی، فارسی و یا لاتین تبدیل میشه به سین، که شم همون سام هستش. و وقتی میفهمید شما انتای سمای یعنی اونایی که از نژاد سامی هستن و اونایی بیشتر، این انتای سما از وقتی مد شد که نظام فکری اون آلمان نازی به وجود اومد که خودشونو آریایی میدونستن و نژاد پاک که متاسفانه هنوزم که هنوز هست، این نظام فکری داره خودشو نشون میده هر از گاهی. که همطور که در جریان هستی، در جریان اخیری که بین فلسطینیا و اسرائیل پیش اومد، باز این جو ضد یهودی باز یکم شعله ور شد و هر از گاهی هست، یعنی این چیزی نیستش که از بین رفته باشه. و از روزی که به خور اول آبیل و قابیل به قول ایرانی ها با همدیگه جنگ کردن، این تضاد
فکری همیشه بوده، ولی خب در طی قرون مختلف و در طی تاریخ خودشو به صورتهای مختلف نشون داده. بعد وقتی که نوح سه تا پسرش، اون که عرض کردم که خام، یافد و شم بوده، شم وقتی تورا میخواد شم رو معرفی بکنه، میگه شم میاد خودشو از اون نظام، از اون نظامی که در اون موقع بده جدا میکنه و در تورا لقب شم، لقب اور بهش داده میشه، یعنی عبور میکنه از اون نظامی که در اون موقع بوده و شم میاد با نوه خودش که اونم اسمشو اور میذاره، که همون اور اگه همون به حروف عبری رو تبدیلش کنیم به حروف عربی فارسی، همون عبور میشه، دقیقا همون کلمه و همون معنا رو میده، یعنی کسانی که عبور کردن از اون نظام فکریه که در اون موقع بودن و خودشون رو جدا کردن. به خاطر همین شم اولین کسی هستش که لقب ابر میگیره. بعد پس این یه مسئله، این یه لقب ابر که اول به شم میاد گفته میشه، بعد این لقب به ابراهام هم داده میشه که به اون میرسیم. بعد از این مسئله که شم و یفد، شم و اور میان یک، چه بگم، یشیوا درست میکنن که یشیوا معروف بوده به نام یشیوا شم و اور، که اینها در این حالت میشه گفت یک مدرسه یا یک مرکز تعلیمات روحانی پرایوت بوده که بعدها در نسلهای بعدش یکی از شاگردان معروف این دانشگاه و این یشیوا خود یعقوب بوده که به مدت 14 سال در این یشیوا تدریس میکرده. و پس میبینیم که اولین کسی که خداپرستی رو به دنیا معرفی کرد ابراهام نبوده. پس برمیگرده به همون شم که بنیانگذار این نظام فکری بوده. ولی همطور که عرض کردم، چون اون موقع یه حالت به خاطر مسائلی که در اون موقع از نظر بت‌پرستی و عبادت‌زارا خیلی قوی بوده، مردم هنوز آمادگی اونی که بخوان به تورا و مسائل روحانی یهودیت پی ببرن خیلی شاید مشکل بوده. به خاطر همین در بین یک عوام خاصی که عرض کردم یکی از اونها خود یعقوب بوده، این مسائل روحانی که در یهودیت که بعد به صورت تورا به جامعه داده شد، خودش به صورت یک چیز کتبی که همون تورا هستش داده شد. حالا بر میگردیم ببینیم کلمه یهودا از کجا میادش و بخش از کلمه یهودی از کجا میادش. وقتی که یعقوب با ازدواج میکنه، لئا یکی از مادران ما، وقتی که فرزند چهارمش رو به دنیا میاره، میاد و برای اینکه نیب از خداوند تشکر میکنه و اسم یهودا رو برای پسر چهارمش میذاره که از ادعا میاده، یعنی ادعا یعنی شکرگزاری، که کلمه یهودی یعنی کسی که شکرگزار هستش. و اگه کلمه یهودا رو نگاه کنید، اما کلمات هشم، اسم هشم هم درش هست، ولی در قبل از هی آخر یه دالت هم هستش که اینم خودش احتیاج به یک موش کافی خاص داره که حالا فعلا از در این برنامه بهش ازش میگذاریم، به امید خدا در بعدها بهش میپردازیم. پس یهودا میشه فرزند چهارم یعقوب که پادشاهی یهود و ماشیخ از یهودا میادش. و این یکی از نکات کلیدی هستش که در مورد مسیحیت که میگن اونا ادعا میکنن که مسیح ماشیه هستش و اینا، و میگن پسر خدا هستش، که همچیزی در یهودیت کفر هستش. اگر همچی باوری بادن و تورا رو قبول دارن و یهودیت رو قبول دارن، پس این خودش اتوماتیکوار این ادعا رو رد میکنه، چرا طبق قانون یهود پادشاهی و ماشیه بعد از نسل یهودا بیادش. ولی وقتی اینا میگن که مسیح فرزند مریم هستش که باکره بوده و اون چیزایی که داستانا که خودتون میدونید، پس اتوماتیکوار این ادعای ماشیعی که یک کاپی از اون دیدگاه یهود هست، خودش اتوماتیکوار اینجا رد میکنه. پس
یکی از دلایل این هستش که حالا بازم میگم اینم باز مستلزم خیلی مسائل دیگه هستش، ولی کلمه یهودا که یهودیا هم طبق چون که تشابه اسمی هستش و ما رو نسبت میدن به یهودا، بیشتر برمیگرده به این مسئله که یهودا مظهر ظهور ماشیه هستش، یعنی ماشیه از یهودا میادش، مظهر پادشاهی هستش، مظهر حکم فرمایی هستش. به خاطر همین پیروان این دین و یهودی میگن که خود یهودی عرض کردم که از اودا میادش، یعنی شکرگزار. حالا چون که در لاتین کلمه یودو تلفظش به صورت جی هستش، چی میگن؟ به یهودا میگن جی قرار میگیره، که کلمه جهود و جود و جویش و اینا از کلمه هستش همون یهودا هستش، و چون که در لاتین کلمه یودو نمیتونن ندارن که تلفظ کنن، جی میگیره که جویش و جهود و جود که در دوره نازی اون وصله‌ای که به بدن به لباس یهودی ها میزدن که اسم روش رو نوشتن جود، این از این جا میادش که متاسفانه در جامعه ایرانی یک لقبی هستش به عنوان این هستش که میخوان یک نفر رو از نظر مقام پایینش بیارن، این لقب رو بهش میدن که خواسته و نخواسته یا مردم روی آگاهی و ناآگاهی اینو لقب رو به یهودی ها میدن. پس این دوتا، یکی اور بود که از شم شروع میشه، بعد مسئله یهودا، بعد برمیگردیم به اسرائیل. یعنی اسرائیل یعنی چی؟ وقتی که یعقوب به اون درجه میرسه که 12 فرزندش رو به دنیا میاره و مدت 14 در قبل از که ازدواج کنه که در یشوع شم و اور درس میخونده، به مدت 14 هم در زیر نظر پدرزنش در اونجا بوده که براش کار میکرده، به خاطری که شرط بر این بوده که اگه میخواست دخترای منو بگیری، لاوان که پدرزنش بوده و داییش هم بوده، شرط بر این میشه که اگر میخواید دخترای منو بگیری باید برای من به مدت 7 کار کنی، که در جریان هستی که 7 برای لا کار میکنه و چون میخواست راخل رو بگیره مجبور میشه که راخل هم براش 7 کار بکنه، که بعد از این مدت که میاد خودشو از این خانواده جدا کنه، در یک درگیری که بعد در داستانا به صورت کشتی بین یعقوب و ملاخ یا ملائکه یا هرچی کسانی که با دیدگاه مختلف میخوان اسمشو بذارن، یک درگیری پیش میاد که در روایت ها به صورت های مختلف مطرح میشه، بنابه ندانستن واقعیت مسئله که اونو کشتی حساب میکنن اینا، ولی خب در واقع یک درگیری روحانی بوده، چرا که در آخر این درگیری وقتی که اون ملاخ میبینه نمیتونه از پس یعقوب برمیاد، ازش میخواد که رهاش کنه، که یعقوب ازش درخواست میکنه که اونو برها کنه، که اینم خودش باز سوال انگیز ازش، اگه جنگ فیزیکی بوده چه معنی میده که یعقوب بگه بیا منو برها کن، به من برکت بده، به من منو دعا کن. پس میبینیم که وقتی یعقوب همچی درخواستی از این ملاخ میکنه، پس یک درگیری فیزیکی نبوده، بیشتر یک درگیری روحانی بوده که ملاخ میاد به اینجا به یعقوب یک لقب میده به نام اسرائیل. اسرائیل، کلمه اسرائیل ریشش برمیگرده از سارا، همون کلمه اسم سارا ایمنو ریشه کلمه اسرائیل هستش، که وقتی که ملاخ به یعقوب میاد براخا میگه بهش میگه تو در مقابل من ساراتی، ساراتی یعنی بر من غلبه کردی، که این کلمه ساراتی ریشش از سارا میادش، یعنی اعمال نفوذ، یعنی کسی که حاکم بر من شدی. پس کلمه اسرائیل از نظر گرامری ریشش برمیگرده به کلمه سارا، که یکی از مادران ما هم هستش، که برمیگرده به این درگیری روحانی که بین ملاخ پیش میاد و یعقوب. و در تورا بعضی مواقع یعقوب رو به صورت یعقوب نامگذاری میشه، بهش لقب داده میشه، بعضی مواقع اسرائیل، بنا به شرایطی که وقتی که یعقوب نبوه داشته و اون قدرت دیده روحانی و نبوت داشته، تورا در این مرحله
اونو اسرائیل صدا میکنه. و جالبه به یهودی ها بنی اسرائیل هم در قرآن هست، خیلی معروف هستش که دقیقه که از جایی که خیلی این کلمه بهش برمیخوریم تو خود قرآن هستش که همش در رابطه قوم بنی اسرائیل میادش. وقتی میگن بنی اسرائیل یعنی بچه های اسرائیل. حالا یکی از چیزهایی که باز من اینجا یه برمیگردم یه فلشبک میزنم اینا، متاسفانه اون نظام فکری که به هر دلیلی به خاطر ناآگاهی مردم میخواد به یه طریقی به یهودیت ضربه بزنه، همیشه میان چیکار میکنن؟ یهودیت رو یک دین نجات پرست میخوان معرفی بکنن، در صورتی که یهودیت نجات نیستش. یهودیت یک نظام ایدولوژی و فکری هستش. ولیکن اگه نگاه کن، حتی بچه های یعقوب فقط الان از این 12 بچه ها فقط دو نسل و نیمشون ما میدونیم هستن، بقیه به صورت های گروه های مختلف، نژاد های مختلف در دنیا پراکنده هستن. همونطور که عرض کردم گروه های هستن الان ما، اونایی که در لس آنجلس هستن میدونن که ما اینجا یهودیایی داریم که سیاپوس هستن، حتی خود اسرائیل یهودیایی که از اتیوپی میانشون، ما اینجا تو لس آنجلس یهودی داریم که چاینیز هستن، از چاینا میان، کره ای داریم، مکزیکی داریم. پس این لقبی که دارن میدن واقعا دور از انصاف هستش و عرض میکنم بیشتر به خاطر این هستش خیلی مردم به خاطر اون شستشوی مغزی که شدن راجع به یهودیت، اینو براشون میخوان چیکار بکنن؟ به یک وسیله قرار دادن که این یهودی ها یک نظام فکری نجات پرست هستش. کما اینکه میبینید که یکی از دروغهایی که به دولت اسرائیل هم داده میشه که آپارتاید اونا رو میدانن، که میدونید که برعکس در تنها کشور میدل ایستی که درش از هر قوم عربی اونجا مقام های بلندی دارن، در دادگاه عالی قاضی عرب دارن، در ارتش جنرال ارتش دارن، کاپیتان تیم ملی فوتبال اسرائیل عرب هستن. پس یه مقدار اگه واقعبانه نگاه میکنیم میبینیم که این برچسبایی که به ما زده میشه فقط یک غرض ضد یهودی پشتش هستش. و میگم متاسفانه چون ناآگاهی مردم هم میاد با این قاطی میشه، این دروغه باز گسترش پیدا میکنه و دهن به دهن میگرده. و خب یکی از دلایلی که من کمترین جناب شیرازی و دیگر دوستان که با برنامه که روی اینترنت میذارن و میخوان مردم آگاه کنن، بیشتر این هستش که واقعیت برای مردم آگاه روشن بشه و اینکه این دروغهایی که از طریق گروه های ضد یهود چه در ایران چه در آمریکا چه در کشورهای دیگه برای مردم میان و میخوان مردم رو نسبت به یهودیت کینهشون رو بیشتر کنن، اینو برایشون یک مقدار، حتی شد اگه ما بتونیم از این طریق حتی دو نفر سه نفر رو آگاه بکنیم، خودش خیلی به نظر من پیشرفت خیلی بزرگی هستش. پس برمیگردیم به اون لقبایی که به یهودی‌ها داشت. پس اینجا ما داشتیم یکی اور بودش، یعنی همون عبری، یکی هم یهودا بودش که عرض کردم و اسرائیل. حالا وقتی که یعقوب این لقبو میگیره، از یعقوب میگم یهودا میادش، ولی قبل از که به یعقوب برسیم، ابراهام یک لقب دیگه هم میگیره. ابراهام وقتی که در بابل بوده، یکی از داستانایی که خیلی معروف هستش و در ایران هم در فارسی هم خیلی روش داستانا گفته شده، وقتی بوده که ابراهام در سن کودکی به این میرسه که بت پرستی یک چیز درستی نیست و میاد خودش رو چیکار میکنه؟ از این نظام دور میکنه. و داستان معروفی هستش که میاد، چون پدر ابراهام بتخونه داشته، داستانی که در ایران من تو مدرسه‌ام هنوز یادم هست، کلاس دینی برای ما میذاشتن، که میاد در میره بعد توی بتخونه پدرش و بت‌های پدرش رو میشکونه و یکی از تبرای که باهاش بت‌ها رو شکنده میده دست اون بت بزرگتر
و وقتی پدرش میگه اینا رو کی شکنده، میگه اینا تبر دست این بوته هستش و اینو شکنده. داستانش همه حتما توی مدرسه اینا یاد گرفتن. در صورتی که خاله هم میگیم داستان هستش، هرچی ما کار به نداریم، ولی خب ابراهام میاد چی کار میکنه؟ خودش رو از این نظام بت‌پرستی جدا میکنه و میاد چی کار میکنه؟ اون موقع سرزمین بابل که بعدها میشه سرزمین پارس، که امروزه جایی که ابراهام میاد خودش رو از نظام فکری خانواده پدریش جدا میکنه، عراق امروزی بوده و میادش خودش و اونای پیروان خودش رو عبور میده از رود فرات و میره اون ور رود فرات، که به خاطری که خودش رو میاد باز جدا میکنه، همطور که شم اومد خودش رو جدا کرد و توره بهش لقب ابر میده، ابراهام هم میاد خودش رو چیکار میکنه؟ از اون نظام فکری جدا میکنه و میره اون ور فرات و به خاطرش میگن ابری، یعنی عبور کرده از اون نظام فکری. حالا جالبه، فقط هفته پیش بود داشتم فکرش رو میکردم و اینم توی برنامه رادیوی عصر امروز نگاه نو هم اینو مطرحش کردم. وقتی که ابراهام میاد خودش رو میبره اون ور رود به طرف شرق میره، میفته کجا؟ میفته سرزمین پارس، یعنی پارسی که الان امروزه ایران هستش. یعنی اگه بخوایم حسابش کنیم، اون بذر خداپرستی که ابراهام اومد اولین بار اومد گسترش بشه در دنیا، اولین جایی که اومد اینو انتقالش داد در سرزمین پارس بودش، جایی که الانه هنوز اون اثر اون نظام فکری و اون وحدانیت وجود داره، قبر دانیال نبی هستش. میدونی دانیال نبی کجا هستش؟ در شوش هستش، درست در مقابل اون طرف رود اردنی، رود فراتی که این ور عراق هستش، درست مقبره دانیال نبی درست همونجا همون ایریا قرار گرفته. و همطور که من چندین بار این رو ذکر کردم، دانیال نبی در کتاب دانیال در مورد سرزمین پارس خیلی صحبت شده. حتی در یکی از قسمت کتاب دانیال نبی داره راجع به اون آینده صحبت میکنه که در کنار رود فرات ایستاده و داره با ملاخ چیکار میکنه صحبت میکنه، که همش به صورت رمز و راز است. یعنی اگه نگاه کنیم، باز اون مسئله که من همیشه روش خیلی بهش اعتقاد دارم، که یکی از دلایلی که با وجودی که این همه یهودی ها از تمام کشورهای عربی دورشون کردن، حتی در کشور عراق که الان میبینید چه مصیبت گرفتارشون شده، چقدر یهودی ها رو کشتن در اون حادثه فردیدی که متاسفانه یک حالت هولوکاست داشتش که در عراق صورت گرفت، که یا جالبه که من حدود چند مدت پیش که جریان اون وقتی که دایشی ها اومدن و یزیدی ها رو در عراق کشتن و اسیری گرفتن و به اون فجاعت کشتنشون، یک رپورتی داشتم گوش میکردم از فکر کنم بی بی سی بود یا یکی از خبرنگاری دیگه، که با یکی از این یک دختر، اتفاقا دختر یزیدی بودش، داشت صحبت میکرد، داشتش که جالبه بود، داشت میگفتش که این اتفاقی که الان شما دارید میبینید 200 سال پیشم بر سر یهودی ها اومده که اینا رو با همچی وحشی متاسفانه کشتن، دخترانشون رو به اسارت بردن، بهشون تجاوز کردن و الانه در از طریق دوربین و اینا مردم دنیا میبینن. ولی همچین اتفاقی 200 سال پیش هم برای یهودی ها افتاد، که میدونیم که خیلی از یهودی های عراقی مهاجرت کردن ایران که کمک بگیرن، که از این طریق رفتن یسترشون ایران، یسترشون رفتن اسرائیل، یه سرشون هم تو ایران موندن، که یک از دوستای صمیمی من پدرشون یکی از اونای مهاجرات عراقی بودن، که الان هم نمیخوام اسمشون بیارن، که دوستان من هستن توی همین لس آنجلس، مرحوم پدرشون از عراقی ها بودن و خیلی دیگه. پس میبینیم که یکی از دلایلی که به نظر من اون ناویای ما آینده نگری داشتن که سرزمین پارس یک مکانی هستش برای اون که به یهودیت کمک بشه که خودش رو حیات دوباره پیدا بکنه، برمیگرده به این حرکتی که ابراهام انجام میده و خودش وقتی جدا میکنه از نظام فکری
و اون نظام بتپرستی اولین جایی که میاد اینو ترویج میکنه میادش در سرزمین پارس، در اون موقع که اون موقع هم جزء بابل بوده، که بعد به همت کورش کبیر که با از بابل ما رو نجات میده میشه سرزمین پارس. و بعدها به امید خدا در مورد بیشتر صحبت میکنیم که چطور در این سرزمین یهودیت رشد کرد و نه فقط کورش بهش آزادی داد، بلکه خیلی 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 بیشتر از این مسائلی هستش که ما بهش الان داریم روش اشاره میکنیم. پس یکی دیگه ابراهام بود که لقب ابری گرفت. حالا برمیگردیم به اون لقب دیگه که در مخصوص ایرانی ها هستش، که به یهودی ها کلمه کلیمی هم میگن. کلمه کلیمی از کجا اومده؟ خب میدونید در اسلام در قرآن نوشته که موشه با خداوند کلام به کلام صحبت میکرد، و یکی از لقبایی که به موشه میدن در اسلام موسی کلام الله هستش، یعنی کسی که با خداوند کلام به کلام صحبت میکرد. به خاطر همین پیروان موسی رو بهش میگن کلیمی، یعنی همطور که موشه بهش گفتن کلیم الله، پیروان موشه رو که ما یهودی ها رو بهش میگن کلیمی. که فقط این کلمه کلیمی و لقب کلیمی فقط در ایران هستش، ولی در جای دیگه حتی در کشور عربی همچی لقب استفاده میشن. به یهودی ها میگن یهودی، و ابری هم فقط از نظر نژادی هستش که وقتی که میخواستن یهودی ها رو در دورانایی که در کشورهای مختلف بودن به خاطر اون طرز لباس پوشیدنی که داشتن بهش میگفتن لباس پوشیدنشون مثل ابری ها هستش، یعنی حتی وقتی که یوسف بچه هاشو در مصر داشت تربیت میکرد هنوز اون لباس و اون یونیفرم یهودیت تنشون بود. و یکی از چیزایی که یوسف تونست بچه هاشو در اون نظام مصری که در خودش به صورت حالت پادشاه بودش و خودش رو تونست نگه داره این بودش که هم لباس پوشن بچه هاشو اون تو نگه داشت و هم اسمای بچه هاشو به صورت عبری برای بچه هاش انتخاب کرد. پس این تمام القابی که به ما داده میشه برمیگرده به اون زمان، اون مکان و اون قدرتی که در این کلمات وجود دارم. تو که عرض کردم در تورا وقتی میبینید یعقوب و بهش اسرائیل گفته میشه، زمانی هستش که یعقوب در مرحله هستش که از نظر روحانی حالت نوا پیدا میکنه، وقتی یعقوب نامیده میشه از اون حالتش بیرون میادش. پس این کلمات هر کدومش یک معنی پشتش گذاشته شده و همش در واقع یکی هستش. و میگم متاسفانه روی ناآگاهی مردم میان با اطلاعات غلط نسبت مسئله بهشون آگاهی میدن که میگم بیشتر غرض ورزی هستش و نه چیز دیگه. جناب شیرازی اگه صحبت داری بفرما که من خیلی صحبت رود درازی نکنم. نه شلام آخر میشالا به سلامتی به خوبی بکنم صدا بر میگرده اینجا. نه من صداتون رو خوب دارم. ایشالا به سلامتی به خوبی باشه برای تمام آقا من میوت کنم. بله بله شالا به سلامتی به خوبی. خیلی خیلی خوشحال شدم آقا فرزاد، واقعا دستتون در نکنه، زحمت میکشین. به امید خدا هر هفته ما برنامه آقا فرزاد اینجا هستش و دوست داریم همه تشریف همه ببینید. برنامه بسیار بسیار آگاه کننده است برای تمام همزبانانمون، هم میهنان خودمون، البته هم زبانانمون تو کشورهای مختلف، که ببینیم که واقعا یهودیت چقدر ریشه عمیقی داره و چقدر اون تأثیرش تو این دنیا توی زبان فارسی که به صورتی که روی تصویر هم میبینید پشت آقا فرزاد که قشنگ میبینید پردس نوشته شده که همون پارس هم توش نهفته هستش،
که ایران باستان، ایران قدیم، ایرانی که بسیار بسیار ارجمند و در تورات مقدس انقدر روش ذکر شده و انقدر روش تعمق شده و صحبت میشه. آقا فرزاد، واقعا از هر جهتی که شما الان من داشتم نگاه میکردم، گوش میدادم به بیاناتتون، واقعا خیلی خیلی زیبا و این ریشه یهودیت توی زبان فارسی خیلی عمیقه و واقعا آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه چقدر ما یهودیان دنیا توی این وقتی که توی ایران بودیم و توی ایران هستیم توی زبان فارسی که ریشه عمیقی داره چقدر این تأثیر عمده‌ای داشته توی تاریخ یهودیت. شما خودتون میدونیم که کشور ایران از آسیای شرق شروع میشده، یعنی ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، عراق، اردن، سوریه، یه مقداری از اروپا، این از همه جهات شما اون اگه میشه جاهای مختلف هم از برامون صحبت بکنه از که تأثیرهایی داشته که توی کشورهای دیگه که الان هم صحبت کردید، دیدیم که گفتید که توی عراق و این عراقی که ما الان داریم میبینیم در اصل اولش جزء ایران بوده، جزء کشور ایران بوده و چقدر اسرائیل چقدر تأثیر عمده‌ای داشته توی تاریخ و فرهنگ یهود. خیلی ممنون از این صحبت که الان خودتون اگه میشه برامون بیشتر توضیح بدین روی این قسمت‌های مختلف توی ملیت‌های مختلف توی کشورهای مختلف. لطف کردین. البته همطور که شما فرمودید سرزمین پارس همطور که میدونید در مگیلای استر قشنگ راجع به صحبت میکنه که صد و خورده ای کشور در اون موقع زیر نظر امپراتوری هخامنشی بوده. بله 127 120 خورده ای، یعنی از نصف شوروی امروزه اگه در نظر بگیرید. آها. ترکیه، عراق امروزی، افغانستان، پاکستان، تمام اون کشورهای خلیج فارس که الان هستن، خلیج پارس بهتره بگم. و خیلی میگم یک امپراتوری عظیم بوده و من همیشه اینو میگم و شاید خیلی از غیر یهودی ها بهشون بر بخوره، زمانی که یهودی ها در ایران وزیر بودن، میدونیم در دوره هخامنشی ما وزرای خیلی یهودی داشتیم، یکی از معروفترینش همه دانیال نبی بوده، زکریای نبی بوده، ارزم برزود خود مردخا یکی از وزرا بوده، وقتی در دوره هخامنشی وزیرهای یهودی بودن کشور پارس امپراتوری بزرگی بوده. و همین که متاسفانه وقتی که سلسله ساسانیان میان روی کار و اون بیلطفی که به یهودی ها میشه که حالا بر میگردیم که حتی چطور شد که هفت تورای کلانه یکی از قسمت های تورایی هستش که ما تمام یهودی های دنیا اینو هر شنبه و روزای موعد میخونیم، چطور شد که در ایران پا گرفت، برمیگرده باز به اون محدودیتایی که دوره ساسانی به وجود اومد که اون خودش یک مبحث خیلی خیلی جالبی هستش که خیلی از یهودی ها حتی اطلاع ندارن. دوره ساسانی متاسفانه همینطور که شروع شد بعد از یزدگرد اول که بعد از دوره یزدگرد سوم که این باز ضد یهودیت به درجه بالایی رسید، می‌بینیم که چطور شد این امپراتوری رو به اضمحلال گذاشت، از بین رفت و بعدش حمله اعراب داشتیم. و در هر زمانی در تاریخ ایران نگاه بکنید، هر وقت حکومت با یهودی‌ها خوب بوده کشور ایران بزرگ بوده. حتی دوره نادرشاه یکی از پادشاهانی بوده که خیلی به یهودی ها احترام میذاشته. حالا من کار ندارم که چه چیزای اتفاق افتاده که خیلی روش حساسیت دارن، ولی به امید خواهد بینم در جلسات بعد به صورت مفصل میپردازیم. و یکی از چیزایش که در تاریخ خیلی اخیر ما داریم میبینیمش خود دوره شاه فقید هستش که دوره شاه فقید
اومد با اسرائیل پیمان دوستی بست، بود تمام دانشمندای اسرائیلی تو ایران داشتن کمک میکردن. حتی چند روز پیش بود یه خانمی به یکی از رادیو تلویزیون های ایرانی تلفن زد که گفت حتی دستگاه تصفیه آب شیرین یکی از شهرهای جنوبی ایران هنوز دستگاه آب شیرینشون که داره دستگاه تصفیه آبشون داره کار میکنه از اون کمک اسرائیلیا بودش که اومدن این دستگاه رو در ایران نصب کردن در دوره شاه، که هنوز که هنوز از داره اون آبیاری اون دستگاه تصفیه آب ایران رو هنوز داره از همت اون دستاورد تکنولوژی اسرائیل داره کمک میگیره. حتی میدونید در خود یزد در جای دیگه چقدر کشاورزی به ایران کمک شد در اون دوره. من حتی یادم هستش چندین سال پیش که زلزله بم اومده بود، حتی اولین کشوری که به جمهوری اسلامی گفت به اجازه بدید ما بیایم بهتون کمک کنه، چون میدونه که اسرائیل از نظر کمک در موارد اضطراری خیلی پیشرفته هستن و خیلی میتونن کمک بکنن، همونطوری که در خود کشور ترکیه در موقع چند زلزله اومده و نیروهای امداد اسرائیلی بودن که به کمک ترکیه رفتن. ولی متاسفانه اون نظام فکری ایرانی که الان در سر کار هست مانع این شد که متاسفانه به خاطر این چقدر از مردم از بین رفتن، و همین تعصب و این جهالت هستش که باعث شد که مردم بتونن به جایی که کمک بشن بتونن زندگیشون برگردونن، متاسفانه از دنیا رفتن. و هنوز که هنوز هست بعد از 20 چند سال که از زلزله بم داره میاتش، هنوز این شهر آباد نشده، پولای مملکت داره میره تو غزه، ولی کشور ایرانی، حالا بگم از کارهای دیگه، هنوز بمی که من اونجا بودم، من مرحوم پدرم اونجا خدمت میکردن اینا، هنوز که هنوز هست این شهر بیچاره، هنوز زلزلگانشون هنوز زندگی درست ندارن. یعنی منظورم این هستش که یکی از دلایلی که این همه به نظر من، بازم تکرار میکنم، جنگ میشه، این قحطی ها و ناراحتی ها و متاسفانه فشارهای جامعه میاتش، به خاطر تعصبات کورکورانه و اون تعصبایی هستش که ریشه در جهل و نادانی داره. میگم یک کشوری مثل سرزمین پارس، واقعا همین که میگم پردس، من اسم اینو گذاشتم پردس یعنی بهشت، واقعا بهشت هستش، یعنی تمام امکانات یک بهشت در این سرزمین هستش، معدن طلا، نفت، گاز، الماس، مس، هر چی بخوای حسابش بکنید. ولی متاسفانه یک چیزی هم باز تکرار ممکن برای بازم تکرار باشه، یکی از دلایلی که این سرزمین متاسفانه به این روز افتاده و به این خوشسالی افتاده، یکی از دلایلش، نمیگم همه، فقط یکی از دلایلش به خاطر دروغی هستش که هر روز تو ایران دارن برای مردم دروغ میگن. خود دروغ گفتن خودش مخالف برکه و برکت هستش. به خاطر ما تو تورا در فرمانی که روز شاووت شالوده تورای یهودیت هستش، یکی از ده فرمان در کنار قتل و دزدی و اینا میگه دروغ نگو، شهادت دروغ نده. همونطور که بازم من تو همین برنامه من گفتم، بازم تکرار میکنم، خود داریوش یکی از چیزایش که معروف هستش، همه ایرانی هم توی مدیا دارن، توی سوشال مدیا دارن دست به دست میدن، این هستش خود داریوش که داریوش این هستش که خدایا این سرزمین رو از دروغ و خوشسالی نجات بده. یعنی میدونستن که دروغ گفتن خوشسالی میاره و تمام و برکاتی که هست از دور میکنه. من همیشه میگم ما شیرازی ها، خودتون های شیرازی میدونید که ما یه عادت داریم وقتی میخوایم بگیم یه چیز خوب نیست میگیم نه خوبه، میخوایم چطور بشه انتهاش به خوبه تبدیل بشه، یعنی میخوایم بگیم که حتی بیانمون هم هر طوری که مثبت‌تر باشه بیان اثر میذاره، هم رو خود آدم هست میذاره، هم رو جامعه اثر میذاره. وقتی توی کشوری که همش دارن دم از مرگ بر این و مرگ بر اون میزنن، خب این من یه جالبه، مرحوم آرام نتنلی که من مرحوم پدرم معلمشون بودن و سعادت این داشتم چندین بار در کلاسشون بودم و اینا، میگفتن هیچ وقت نفرین به کسی نخونید. حتی ما میدونیم ما در یهودیت
قدغن هستش که برای کسی نفرین بخونه، حتی برای دشمنت هم نتونی نفرین بخونی. بله میگفتن نفرین قلالا، کلمه قلالا در عبری همون نفرین میشه. میگه مثل یه توپه هستش، وقتی بزنه به دیوار برمیگرده به اون طرفی که بهش پرت کرده. میگه همیشه با مثبت صحبت کنید، با دعا صحبت کنید، کلامتون کلام مثبت باشه، هر طوری که انجام بدید همونطور به خدا طرف برمیگرده. من آدم دارم که به من فوش میده، هزار تا بد و بیراه میده، باورتون نمیشه که من در جوابش براش تفیلا میخونم. شون میدم غیر مستقیم به خودم برمیگرده. ما کهن هستیم، درسته؟ یکی از وظیفه که ما داریم هر صحبت چکار بکنیم به برای مردم براخا بخونیم. و میگن که وقتی شما داری براخا میخونید نگه که داری برای مردم، خودتم داری به خودتم برمیگرده. من روی صحبتم با اون کسانی هستش که خودشون روحانی میدونن، خودشون رو به حساب رهبر جامعه میدونن. و وقتی میدن باره البته شما صحیح میفرمایید، ولی میخوام اینو گوشزد بکنم برای تمام شنوندگان و بینندگانمون. آقا فرزاد، اینا ایرانی نیستن. افرادایی که اینجوری این صحبت‌ها اینجوری انقدر عمیق میشن و این بحث میکنن و این دشنام میذارن و تو دهن مردم دشنام میذارن، خودشون ایرانی نیستن. ما تو تاریخ ایران هیچ وقت ندیدیم که خود پارس، خود ایرانی ها انقدر بیغیرت باشن، در صورتی که ایران کشوری هستش که همیشه هم پادشاهاش و هم مردمش همیشه سعی میکرده که به تمام ملت ها کمک بکنه، در صورتی که و این متاسفانه ما ببینیم این دروغ و دروغگویی و اینا سرانی که الان نمیدونم، نمیخوام بگم رو پالیتیکس و سیاست نیستیم، ولی خب متاسفانه رخنه کرده این سیاهی و پلیدی توی جامعه. و من واقعا خب ما هم من هم شما دوتا هر دومون ما تو ایران بزرگ شدیم، خوی گرفتیم، آب خوردیم، از گندم اونجا استفاده کردیم، از اونجا، از آب و هوا، از عشق، از اون نعمت، از اون برکت الهی، اون چیزی که تو وجود کشور ایرانه یا پارسه. و این چیزایی که ما داریم میبینیم، من اصلا من باور نمی کنم اینا ایرانی باشن. ایرانی هیچ وقت نمیاد پارس زبان نمیادش که واقعا بیاتش این کار بکنه، این واقعا این همه سیاهی بیاره توی کشور، در صورتی که خود ایران همیشه به ملت خودش کمک میکرده ولی اینا ایرانی نیستن. در شما کلامتون متین خیلی هم درست، ولی من یه مقدار اینو گسترشش بدم. ایرانی یا غیر ایرانی، ما همه انسان هستیم. انسان بودن، آدم بودن، اگه بیان ما به صورت از نظر نشنالی یا اون قرب ملی همدیگر بازم جدا کنیم، بازم یک جدایی با یک تعصب و دشمنی هستش. نظری که من دارم، یهودیت، میدونید در یهودیت ما بیشتر روی جنبه ایدولوژی و آیدیا صحبت میکنیم، کار به مرز نداره. من حرف شما احترام میذارم و متوجه شدم که من اشتباه کردم. چون که متوجه شدم که اصل یهودیت اینه که ما باید سعی خودمون بکنیم همه آدما رو از هر جهت، از هر زاویه قسمت مثبتشون نگاه بکنیم. پس منم معذرت میخوام اگه یه قسمت بدی یا سیاهی دیدم. خب نه، درست میگید، شما درست میگید، صحیح حرف شما متینه. من آدم خوبه که آدم همیشه تو زندگیش آدم خوبه که حقیقت بره جلو. بعضی وقتا خب آدم، منم اشتباه میکنم، همه اشتباه ممکنه بکنن تو زندگیشون، ولی خب این خیلی مهمه تو زندگی. یه چی جالبه، بعضی هم میگم ممکنه اینا شما دارید به صورت تعارف در این مطرح میکنین. یه چی من بهتون بگم، ما یکی از اعیادی که داریم خیلی معروف هستش که متاسفانه بهش هم روی تعصب باز میگم ناآگاهانه بهش لقبای بدجور دادن، در پسخ که زمانی هستش، موعدی هستش که ما داریم چیکار میکنیم، جشن میگیریم که یهودی‌ها از دست فرعون مصر نجات پیدا کردن،
با وجود اینکه مصریا اومده بودن بچه های یهودی رو به جای خشت توی دیوارهاشون میذاشتن، این همه ظلم کردن، بچه هاشون رو در آب مینداختن، این همه کشتار کردن اینا، طبق قانون یهود ما در شب پسخ، زمانی که میدونه 7 روز موعد پسخ داریم که در خارج از اسرائیل 8 روز هستش، بله، در شبی که مصادف است با غرق شدن مصریا در دریا، یعنی خداوند اومد با دست خودش دشمنای اسرائیل رو چکار کرده، پانش کرده و از بینشون برده، ما حق نداریم در اون شب هلل، و اون هلل که همون از هلهله میاتش، در فارسی هم میگن هلهله یا در لاتین میگن هللویا، این کلمه هلل که یک دعایی هستش به صورت سرور و جشن و اینا ما میخونیم در مواقعی که شادی هستش و اینا، وقتی ما هلل میخونیم یا به قول اگه تبدیلش کنیم کلمه هلل که همون هلهله میشه و همون معنی میده، ما حق نداریم در اون شبی که مصریا کشته شدن ما هلل گامور بخونیم، یعنی تا این حد، یه حد میگه نمیتونی تو، اجازه نداری برای دشمنه که تو اومده تو رو کشته شادی بکنه. یعنی تا این حد، یعنی نه تعارفه، نمیخوایم اینجا بگیم ما خوششیرینکی بکنیم، نه، هلاخاست قانون یهودیت هستش. بله، قانون یهودیت، درست. اوکی، پس اینی که من میگم، نه که میخوام بگم حالا مثلا ما میخوایم بگیم اینجا بگیم ما چقدر آدمای خیلی خوب و مهربونی هستیم، نه نه، قانون ما اینطوری هستش. بله. نمیتونی، مثلا پسر خاله من ربای تو اسرائیل هستش. بله. این میگه آقا ما باید احتیاط کنیم وقتی که فلسطینی ها میخوان به ما حمله بکنن، ما باید احتیاط کنیم، نمیتونیم الکی تیراندازی کنیم رو بکشه کسی دشمنشو، تا مطمئن نباشی که داره جون در خطر نمیتونی کسی رو بکشی. آقا ما اگه طبق قانون یهود یک نفر که مجرم هستش، نکنی یه علاقه هستش، من البته ربای نیستم، همه تو یاد گرفتم، اگه یه نفر با چاقو بره توی خونه، درست؟ بعدش با یه چاقوی خونی دستش باشه بیاتش بیرون و مردم برن پای سرش بینن یه جنازه کشته شده با چاقو، نمیتونن یه چیزش کنن. چرا؟ که میگن اگر دو تا شاهد معتبر دیده اینو که کشته، میتونه اینو به عنوان قاتل بگیرید. و وقتی یه نفر قاتل رو میخوان محاکمه کنن، نمیتونه یه نفر قاضی بیاتش رأی بده اینو اعدامش کنن. بعد سنهدینی که 71 قاضی عالی رتبه داره بیان قضاوت بکنن که میخوان یک نفر که قاتل هسته بخوان میتونن آیا این اعدامش کنن یا نه. 71 قاضی عالی رتبه، نه یک قاضی، نه دو قاضی، نه سه قاضی، 71 قاضی بر رأی بدن. یعنی بعد در یهودیت جون آدمیزاد خیلی مهم هستش. چرا راه دور بریم؟ توی تورا خیلی جایی هستش، تو تورا به صورت رمز و راز هستش، بعضی موقع هستش خیلی واضح باید صحبت میکنه. یکی از جا میگه وقتی تو رو جنگ میکنی، وقتی میری جنگ میکنی مواظب باش، وقتی داری جنگل رو مثلا برای احتیاج داری قطع میکنی، برای چوب احتیاج داری، مواظب باش درخت میوه رو قطع نکنی، چون این درخت میوه محصول داره، نمیتونه الکی میوه رو قطعش بکنی. یعنی وقتی تو را اومدی داره چیکار میکنه؟ برای یک درخت میوه میگه آقا این حیات داره، داره به تو ثمره میده، تو نمیتونی بی خود قطعش کنی. یا جای دیگه میاد میگه آقا اگر جای رفتی دیدی الاغ دشمنت، نه الاغ دوستت، میگه اگه الاغ دشمنت رو دیدی زیر بار داره کمرش داره میشکنه، کمکش کن. وقتی تورا داره به یک الاغ دشمن داره اهمیت میده، خب مسلمه به جونه دشمنت هم اهمیت میده. درست رو ناآگاهی اومده داره تورا اذیت میکنه میکشه، ولی تو حق نداری بگی مثلا چون دشمن من میتونه باید بکشمش. از خودت میتونی دفاع بکنی، ولی بی خودی نمیتونی. حتی شما نگاه کنید، شما یه حیوان بی خودی، ما مثلا وقتی میخوایم یه حیوان رو شختش کنیم، بعد مواظب باشیم که این حیوان طبق حلاخا طوری زفت بشه که اصلا زش نکشه. نمیتونی یه حیوانی که بدنه زخمه یا شکستگی داره که داره در حال درد و زجر هستش، تو میرش برای خود، برای که بخواه خود از گرسنگی نجات بدی، بیا اونا بکشیش. یعنی تا این حد داره مرز انسانیت رو میکشه به اون حدی که خود تو
از اون حیوانیت بکش کنار. درسته احتیاجات حیوانی داری، ولی تو از یه طرف هم یک روح روحانی داره ترسش، باید مواظب باشی. اگه خیلی خودتو بری به طرف حیوانیت و به طرف آدم کشی و اون ظلم و قسی و قلبی بری، اتوماتیکوار از روحانیت دور میشی. نکنید شما هر قد یه مثال سال الان این روزا من میگم این قبل هر حرفی که من بزنم باید یه مقداری توضیح هم بدم. با ورزش کردن هیچ مخالفت نداره، من هر روز ورزشم رو میکنم. تو شیرازم که بودم تو مدرسه کاپیتان ساکر تیمم بودم و عاشقم کنگفو کار میکردم، همه کارا هم میکردم. ولی میخوام این مطرح بکنم، شما اگه بیان به عنوان یه نفر که زیبایی اندام کار میکنه، همش فکر و ذکر چی هستش که این ماسلا و ماهیچه‌هاش رو بزرگ بکنه، همش فکر و ذکر چی هستش، رو اون زیبایی بدنه هستش، از روحانیت دور میشه. متاسفانه الان یه جامعه که الان ما داریم، یک از چیزایی هم که ما در روز داریم میخونیم که اینا باز یه سابجکت هستش، میتونیم بعدا روش خیلی عمیق‌تر صحبت کنیم. ما هر روز یک از تفیلایی که ما داریم میخونیم توی مراسم مختلف راجع میگه مواظب باش که من تو رو از مصر از بردگی نجات دادم. خب ما از بردگی روز پسخ نجات پیدا کردیم، چرا دیگه هر روز ما اینو بعد در تفیلامون بخونیم دیگه. بردگی فقط مسئول بردگی مصر نیستش، بردگی این هستش وقتی شما برده فلان برند کیف بشی که خانم میاد چندین هزار دلار پول کیف لولی ویتان و نمیدونم چی میده و این چیزا، این خودش یه بردگی هستش. یا میاد فقط فکر و ذکرش هستی بقا من مزن میخوام مثل فلان چیز کار بکنم پول در بیارم برم ماشین فلان چیز بخرم. من تو کار ریل استیت هستم، باور نمیشه بین تو جامعه ما رسم هستش بابا این خونه خریده کازینش یا دوستش اینا باید بره یه خونه یه منطقه بالاتر بخره. خب چرا این کارا بشه؟ این همش بردگیه، این همش بردگیه. برای چی هستی؟ برای این دنیایی که همش خاک هستش، که اینم خودش میگه باز برمیگرده به یک مفسد دیگه خیلی مهمی که کم کم به امید خدا باش میپردازیم. و با اجازهتون اگه اجازه بدید من از خدمتتون مرخص بشم تا به امید خدا هفته دیگه، اگه امری ندارید من باز از اون خدا نه خواهش میکنم. انشالله به عزت هاشم که به خوبیا باشه، به شادیا باشه. به عزت هاشم خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید آقا فرزاد، تشکر میکنم و به امید خدا آره هفته دیگه. البته خب میخواید بازم میتونید اگه ادامه میخواید بدید خیلی هم خوشحال میشیم. در زنده باشه از میکنم من با اجازتون یه سری کاره بعد انجام خب به سلامتی انشاءالله به سلامتی. خیلی ممنون، تشکر میکنم از وقتی که میگذاشتید، وقتی که میذارید و از حقا دوشبارو خوب میخواییم حقا دوشبارو خوب به همون کمک بکن که اون راهی باشیم، تو اون صحبتی باشیم، تو اون برنامه‌ای باشیم که بتونیم برنامه شبکه تلویزیونی رو، شبکه تلویزیونی درخت زندگی و هر چیزی تو هر برنامه، تو هر فرقه، تو هر چیزی هستیم که بتونیم اینو به خوبی و به راحتی اطلاع رسانی بکنیم و یاد بدیم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. با اجازهتون من اینم به دوستان بگم که فیلم این برنامه‌ها رو من با اجازهتون ادیتش می‌کنم، می‌ذارم روی وبسایت shalomiran.com. یا دوستان میتونن تشریف بیارن توی فیسبوک شالوم ایران داد شالوم ایران، که بعض موقع کلماتی که گفته میشه من میام ادیتش میکنم و روی صفحه میذارم که مردم با این کلماتی که الان مثلا صحبت شد و اینا یه مقدار ببینن که چطوری من اینا رو ادیتش میکنم، بعدا به امید خدا مردم بتونن بهتر ببینن. یا اگر دوست دارن میتونن جوین کنن توی یوتیوب کانال شالوم ایران، وقتی میرن یوتیوب بزنن شالوم ایران قسمت ما میادش که میتونن سابسکرایب بکنن که به سلامتی هم از این برنامه و برنامه قبلی اگه بتونن براشون مثمر ثمر باشه که باعث خوشبختی هستش که یه خدمتی از این طریق انجام داده میشه. منم با اجازهتون خداحافظی میکنم از شما، اگه شما امری فرمایشی ندارید ما رو به خدا بفرستن. و دوستان لطف کنید همدیگه رو برخا کنیم، به همدیگه برکت بدیم به جایی که کلمات غیر مثبت باشه. مطمئن باشید اولین کسی که منفعتشو میبره فرق نمیکنه، مسلمون باشه، مسیحی باشه، زرتشتی باشه، یهودی باشه، وقتی به یه نفر دیگه شما لبخند بزنید انرژی لبخند شما خودتون میگیرید. وقتی به یکی سلام میکنید بگن سلام علیکم، از سلام در میاره
جواب های هو هسته، جواب شادی، لبخند، خوبی، همونطوری به خود آدم برمیگرده. به جای که لقب های نادرست به کسی بدیم، سعی بکنید یک ماه اینو ترای بکنید، ببینید چقدر خودتون اول لذت میبرید، بعد اگه دیدید بعدش دیدید بعدا بیاید هر چی خواستید به من بگید. خلاصه دستتون در نکنه، واقعا خزاق بارو، واقعا این خیلی خیلی همه رو به خدا میسپارم، چه اونایی که خدا رو قبول دادن چه اونایی که خدا رو قبول ندارن، خلاصه همه رو به دست خدا میسپارم. خدا به هممون دید باز بده، قلب بزرگ بده و آمین. براخا و پرناسا تو با آمین. آمین. خیلی خیلی ممنون.